جنگ صد برابر، عزم حد اکثر. مسعود رجوی 14 آذر 1389. قسمت دوم. مسئولیت تنبیه و محاکمه مزدوران و جنایتکاران نیز به لحاظ بین المللی و حقوقی روی میز است. و من اضافه میکنم که جنایتکاران و مزدورها میتونند مطمئن باشند که عدالت و قانون از اونها دست بر نخواهد داشت. دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. این رو به اونها اطمینان میدم. قبلا هم گفتیم که اگر عمر خودمون کفاف نداد، وصیت میکنیم و وصیت میکنم. در این مورد با احدی شوخی نداریم، قیمتش رو میدونیم، دادیم و باز هم خواهیم داد. حتی اگر عمر خودمون هم کفاف نداد، وصیت میکنم و وصیت میکنیم به نسل‌های بعدی و به خلق رحمان، به مصداق فاما منن بعد و اما فدا حتی تزع الحرب و اوزارها. یعنی که بجنگ تا بجنگ و تا هر زمان که این کارزار ادامه داره و جنگ بار خود رو بر زمین نگذاشته، بیا 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 مگر اینکه مجاهدین خودشون با منت و فدیه بر کسی در آینده ببخشایند. به این میگویند یک مسئولیت بین‌المللی و سیاسی و اجتماعی و البته تشکیلاتی. به این میگویند درو کردن خیر عظیم از شر کثیر، اتکای انقلاب مریم و صندوق سرشار صدق اشرف که تنها در خور مقام مجاهدان اشرف است و شایسته و بایسته اونها. این است نسل صد هزاران با رود خروشان شهیدانش. بسیجی بی حیا، گم شو برو زیر عبا، ای مزدور لعنتی، تو دشمن ملتی. انجمن نجاست، گم شو برو سفارت، ما مایه ننگ نمیخوایم، فامیل الدنگ نمیخوایم. بینندگان گرامی، در خاتمه اخبار این ساعت توجه شما را به گزارشی از انتشار کتاب خانواده مجاهدین یا مزدوران ارتجاع، پیام مسعود رجوی به مجاهدان شهر شرف جلب میکنیم. با پسافتادگی سیاسی گمان میکنند که مجاهدین از ترس این که مبادا برچسب بخورند که از رأفت اسلامی و عاطفه خانوادگی به دور هستند، ناگزیر به مزدوران اعزامی و خواستهای آنان تن می‌دهند و آلوده می‌شوند. تبری از مزدوران رژیم. مجاهدین که سهل است، هیچ انسان آزاده و با شرفی رژیم و مزدورانی را که خنجر رژیم و مالکی را در پهلوی مجاهدین فرو می‌کنند خانواده مجاهدین نمی‌دانند.
این بار اما مجاهدین میخواهند از بنیاد حسابشان را با مزدوران و تورهای وزارتی تصفیه و جدا کنند، نه فقط در اشرف بلکه در داخل و خارج ایران و در سراسر جهان، تا سیهرو شود هر کس که با این رژیم هم دست یا هم خط یا هم صدا و هم کاسه است و حتی به اندازه یک جمله یا یک عبارت مواضع و حرفهای ننگین رژیم را علیه اشرف و مجاهدین رله یا تکرار یا بازپخش می کند. بنابرای مشیت تکامل و تاریخ، خدا گفته است که بمیرید برای اینکه زندگیتون و نفستون حلال بشه. میباید که پذیرای مرگ باشید و توان اون رو داشته باشید، و الا اون زندگی سراسر تباه، فاسد و حرام است. هر رزمنده ارتش آزادی و هر مجاهد خلق اگر از عملیات گریخته باشه، اگر شخصاً و فردن از جانبازی گریخته باشه، زندگیش ناشی از یک تقصیره. وقتی که نفس کشیدن و زندگی آدمی ناشی از یک تقصیره، پس نفسش حرامه، تباهه. ما مطابق یک سازماندهی که پاسخگوی نیازهامون باشه حرکت میکنیم، اما اگر کسی زندگیش، ادامه زندگیش به این خاطر باشه که آگاهانه و به عمد از مرگ گریخته باشه، زیرا شکنجه، تیرباران، زندان، اعدام واجب است، به طریق اولا اگر مجاهدین مدعی داشتن یک ایدئولوژی هستند، بر فرد فرد ما مثل نماز جهاد هم واجبه، زیرا که یکی از بزرگترین گناهان، یک گناه کبیره، یکی از اونها فرار از جهاده. پشت کردن به مبرمترین وظیفه روز گناه کبیره است برای هر آدم آزاده و با شرف، چه رسد که مدعی یک ایدئولوژی هم باشه. اگر اینطوره، شکنجه، زندان، اعدام بر ما واجب عینی است. و الا اگه من اومدم اینجا نشستم، اما زندگیم ناشی از فرار در لحظه‌ای که باید جان می‌باختم، معلومه که نفسم تباهه،